سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان گرامی. با ادامه پوشش خیزش سراسری با شما عزیزان هستیم. خب همچنان که خبر دارید 78 روز از انقلاب ژینا داره میگذره و طی این مدت بسیاری از همیهنانمون چه در کردستان و چه در سراسر ایران شهید شدن، بازداشت شدن و بسیاری هم مجروح. برای گفتگوی بیشتر در این باره و کسب اطلاعات بیشتر در خدمت جناب کاکشاروخ حسن زاده، مدیر مرکز حقوق بشر کردستان چاو نیوز هستیم. قربان، خیلی خوش آمدید. مرسی، متشکرم. خسته نباشید، در خدمتتون هستم. خیلی خوش آمدید. ابتدا از شهیدامون شروع کنیم. در کردستان تا این لحظه که ما با شما نشستیم، آمار شما چی به ما میگه؟ چند نفر در کردستان تا امروز شهید شدن؟ همین دیروز بود که مرکز ما، مرکز حقوق بشر کردستان ایران یا همان چاو نیوز، یک گزارش مفصلی رو از وضعیت خیزش سراسری در کردستان منتشر کرد. ما در این گزارش اشاره کرده بودیم که طی 77 روز خیزش سراسری در کردستان که 40 شهر رو در بر گرفته، حدود 112 شهروند کرد در این شهرهای کردستان متاسفانه جون خودشون رو از دست دادن که بیشترشون به واسطه تیراندازی مستقیم نیروهای سرکوبگر جون خودشون از دست دادن و 5 تن از این 112 نفر زیر شکنجه متاسفانه فوت کردن و همچنین از این آمار 14 نفرشون کودک نوجوان زیر 18 سال بودن طبق آماری که ما داشتیم و 5 تن از اونم زن بودن و یک شهروند سالخورده 70 ساله هم در میان جانباختگان این خیزش سراسری در کردستان وجود داشت. درسته. خب به بازداشتی ها برسیم. یعنی آمار دقیقی هنوز موجوده که چند نفر در کردستان بازداشت شدن؟ متاسفانه به دلایل گوناگونی که داریم، مسئله چگونگی ارتباط با داخل کردستان، وضعیت اینترنت و مشکلات دیگری که هست، ما واقعا نمیتونیم که دقیقا آمار رو اطلاع رسانی بکنیم، ولی تخمین میزنیم که تا کنون طی این تقریبا 78 روز خیزش سراسری در کردستان بیش از 5000 نفر از شهروندان کرد توسط نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و سرکوبگر بازداشت شدند که ما تونستیم در مرکز حقوق بشر کردستان ایرانی همان چاو نیوز 1300 نفر از این شهروندان رو احراز هویت کنیم که بیشتر این شهروندانی که بازداشت شدن دانشجویان بودن. میتونم بگم بخش بزرگیش از دانشجویان، فعالین فرهنگی، زبانی، ادبی، ورزشکار، هنرمند بودن و همچنین اقشاری که خیلی فعالن در جامعه. اقشاری که خیلی فعال، البته قسمتش هم بودن که شهروندان عادی بودن، اهل روستاها بودن، اهل شهرهای گوناگون کردستان بودن، ولی خب طبیعتاً بیشتر از این قشری که عرض کردم بازداشت شدن. همچنین از این تعداد حدود 160 نفر از زنان بودن که بازداشت شدن و همچنین 140 نفر ما آمار داریم که احراز هویت شده، کودک و نوجوانان زیر 18 سال بودن که توسط نیروهای امنیتی اطلاعاتی بازداشت شدن. خب طبق قانون خود جمهوری اسلامی هم، یعنی بازداشت و زندانی افراد زیر 18 سال غیر قانونیه. چرا جمهوری اسلامی در این برهه از زمان، در این مقطع دست به چنین اقدامی میزنه؟ نه تنها در این مقطع و در این برهه حساسی که الان ما درش قرار داریم، بلکه تی 43 سال اخیری که رژیم جمهوری اسلامی ایران حکومت داری میکنه همین شیوه بوده. ما در سالهای گذشته هم موارد مشابه داشتیم، هم در مورد بازداشتی و حتی اعدامی هایی که زیر 18 سال بودن ما در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران داشتیم موارد بسیار زیادی که متاسفانه حکم اعدام بهشون تعلق گرفته و یا کودکان کاری که وجود داشته یا کودکان یا نوجوانانی که کولبر بودن و کشته شدن، موارد بسیار زیادی بوده. میخوام بگم که نه تنها در این برهه حساس که البته طبیعتاً وسعت این بازداشت و کشته شدگان بیشتر هست، ولی قبلا هم ما در این نظام همچین مواردی داشتیم و مطمئن هستیم که این نظام با وجود این ایدئولوژی که داره و این فلسفه وجودی که داره هیچ باجی به مسائل حقوق بین الملل و پرنسیپا و مخصوصا منشور حقوق بل سازمان ملل که در مورد وضعیت کودکان و افراد زیر 18 سال زنان در کل هیچ ارزشی قائل نیست متاسفانه. درست. حالا برسیم به شمار مجروحینی که در کردستان تا امروز شما و مرکزتون ثبت کردید. در مرکز حقوق بشر کردستان ایران ما در همین گزارشی که
ما چکیدش رو ارائه دادیم و منتشر کردیم، آوردیم که تخمین میزنیم که حدود 4000 نفر بیشتر زخمی شدن که بیشترشون با سلاح ساچمه‌ای و تفنگ جنگی زخمی شدن، این شهروندان که بیشترشون به دلیل این زخمایی که داشتن و از ترس شناسایی و یا بازداشت نیروهای سرکوبگر متاسفانه نتونستن که به مراکز درمانی و یا بیمارستان هم مراجعه کنن و در منازل درمان مورد درمان قرار گرفتن. ولی بعد از این موج دوم این خیزش سراسری که تقریبا این چند روزی یه خورده آرامتر از وضعیت در کردستان، هماکنون ما گزارشاتی داریم از بوکان و مهاباد و مواردی رو ما اطلاع رسانی کردیم در خبرامون که متاسفانه همین زخمی شدگانی که قبلا زخمی شده بودن طی چند روز گذشته به دلیل شدت جراحات وارده جون خودشون رو از دست دادن. آوات قادرپور رو ما داشتیم، سردار قادری رو ما داشتیم در مهاباد، در بوکان و در شهرهای دیگه که متاسفانه به دلیل شدت جراحاتی که داشتن متاسفانه جون خودشون رو از دست دادن و نبود امکانات پزشکی. ما هم اکنون درگیر این بحران هستیم، واقعا یک بحران بسیار جدی است که در شهرهای کردستان، مخصوصا در شهرهای پیرانشهر، بوکان، مهاباد، جوانرو، سنندج، سقز، بانه، کامیاران، در بیشتر شهرهای کردستان ما شاهد این وضعیت بحرانی هستیم که به دلیل نبود امکانات پزشکی و امکانات ابتدایی پزشکی بیشتر این شهروندانی که زخمی شدن واقعا در وضعیت بسیار وخیم قرار دارن. درسته. خب انقلاب همچنان ادامه داره و فراخوان‌هایی هم داده شده برای روزهای 14، 15 و 16 همین ماه. پیشبینی شما از طبیعتاً برخورد رژیم مشخصه و پیشبینی شما از بازداشتی هایی که یا مجروحین و شهیدایی که ممکنه داشته باشیم و راهکارهایی که میتونیم پیش بگیریم حداقل از لحاظ قانونی و حقوقی چیه؟ این خیزش با تمامی خیزش ها، با تمامی قیام های گذشته کاملاً میتونم بگم که بچه تمایزی بسیار جالبی داره، اونم اینه که طی این قیامی که 78 روز ازش گذشته و مرتب در شهرهای گوناگون ایران و کردستان به صورت اعتراضات و اعتصابات گوناگون همچنان کماکان ادامه داره، اگر بخوام بگم در این هست که این وجه تمایز که به هیچ وجه به نوعی بگیم که خشونت آمیز نبوده و کاملا متمدنانه و کاملا یک جنبش مدنی بوده که صورت گرفته و تمامی این خشونت و تیراندازی و بازداشت و زخمی شدن ها از طرف نیروهای سرکوبگر متوجه مردم میشن. یعنی میخوام بگم که مردم طی این 78 روز ثابت کردن که اونا به هیچ شکل ممکن نمیخوان که این قیام رو، این جنبش رو، حالا بخوایم اسمشو بذاریم حتی انقلاب رو، نمیخوام به خشونت کشیده بکنن، ولی متاسفانه از توسط نیروهای امنیتی این یعنی خواست رژیمه که حتما سرکوب کنن. به همین دلیل من انتظار دارم که طی روزهای آینده، مخصوصا این فراخوانی که صادر شده برای روزهایی که شما به درستی فرمودین، همچنان من امیدوارم و مطمئن هستم که ادامه پیدا خواهد کرد و کماکان از سوی نیروهای امنیتی ما انتظار داریم و پیش بینی میکنیم که باز دوباره به خشونت کشیده بشه، ولی مردم به صورت کامل آماده هستن و طبق این فراخوان هایی که در سوشیال میدیا هست و با شخصیت های مدنی و سیاسی و حتی فرهنگی که ما در داخل ارتباط داریم صحبت میکنیم، همه در این نکته اتفاق نظر دارن که حتما بایستی این قیام به سرانجام برسه. درسته. این سوال برای این پرسیدم که به این برسم، یعنی کمیته حقیقت‌یاب از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران تصویب شده و فعالیتش داره شروع به فعالیتش داره عملا شروع میشه. طبیعتاً در این میان بسیاری مجروح میشن، شهید شدن و بسیاری هم طبیعتاً خواهند شد تا امروز و همچنان در آینده. بسیاری از خانواده‌ها ترسشون از اینه که اطلاع رسانی بشه و اگه اطلاع رسانی بشه طبیعتاً چه دستاوردی رو میتونه داشته باشه و اگه نشه چه تهدیدی رو میتونه در مقابل مردم افزایش بده. اتفاقا به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودین. من از همین تریبونم درخواست میکنم که از تمامی شهروندانمون در کردستان ایران و در بقیه نقاط مختلف ایران تقاضا میکنیم کسایی که واقعا مایل هستن همکاری کنن به شیوه مستند مدارک خودشون رو برای سازمان های حقوق بشری که یکی از اونها سازمان ما هستی، سازمان مرکز حقوق بشر کردستان ایرانی همون چاونیوز، بفرستن برای اینکه این کمیته حقیقت یاب که واقعا یک
کار بسیار بزرگی بود که از طرف سازمان ملل، از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام گرفت و برای اولین بار در تاریخ 43 ساله ایران 25 کشور از تمامی جهان، نه تنها کشورهای غربی، رأی مثبت دادن. این بایستی به فعال نیک گرفت و تقاضا داریم که همکاری کنن با مراکز حقوق بشری و این موارد رو حتما اطلاع رسانی بکنن، چون واقعا نظام جمهوری اسلامی ایران ترس داره از این اطلاع رسانی ها، از این خبرهایی که منتشر میشه و طبیعتا کسی که بازداشت میشه مثلا یا اینکه زخمی میشه اگر اخبار یا اطلاع رسانی نشه خیلی راحت تر میتونه این مسئله رو پیش ببره، ولی اگه اطلاع رسانی بشه و اون موضوع، اون نقض آشکار حقوق بشر آشکار بشه، خب طبیعتا نمیتونه به این راحتی ها از هر کاری که دلش بخواد بخواد انجام بده. به همین خاطر واقعا میخوام که شواهد و مدارکی که مستند هستن حتما بفرستن که ما هم بتونیم با همکاری دیگر دوستان حتما به این کمیته حقیقت یاب ارسال کنیم، بلکه این وضعیتی که الان هست، وضعیت بغرنج حقوق بشر، وضعیت بغرنج سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در ایران و مخصوصا در کردستان که مورد هجمه بسیار زیاد حملات نیروهای سرکوبگر قرار گرفته، حتما بهتر خواهد شد. خیلی ممنون و دستتون درد نکنه. مرسی، ممنونم، متشکرم. بینندگان گرامی، به پایان این بخش پوشش ویژه رسیدیم و خدا نگهدارتون.